با نام یاد خدا، سلام، وقت شما بخیر. انوش نایاب هستم با چند خبر تازه از کانال آنتن پلاس. عزیزان گرامی، اگر تا هنوز عضو آنتن پلاس نشدید، حتما روی تکمه سابسکرایب یا مشترک کلیک کرده و ایکن زنگ رو روشن کنید. این کار برای شما اصلا هزینه ای ندارد، دست گلتان درد نکند. هکرهای قیام تا سرنگونی سرورهای مجلس ایران را هک کردند. گروه سایبری قیام تا سرنگونی با انتشار اسناد اعلام کردند که سرورهای مرتبط با مجلس شورای اسلامی را هک کردند. برخی این گروه را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق می دانند. مجلس ایران با انتشار اطلاعیه تایید کرد که سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به دلیل عملات سایبری هک شده است. رسانه های داخل ایران ابتدا هک شدن خانه ملت را گزارش داده بودند. کانال تلگرام قیام تا سرنگونی با انتشار اسنادی نوشت که هکرهایش توانستند سرور اصلی مجلس، سرور کمیسیون های مجلس، سرورهای صحن مجلس و سرورهای محرمانه دیویرخانه هیئت رئیسه و دفتر ریاست را هک کردند. این گروه در کانال تلگرامی خود مکاتبی را منتشر کرده است که به نظر می آید محرمانه بودند. از جمله مکاتب رئیس مجلس با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. دونالد ترامپ میگوید مهاجران را به گونه گسترده اخراج خواهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا از شکست پیشنویس قانون مهاجرت در مجلس سنا استقبال کرد. او اعلام کرد که اگر مجددا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، مهاجران را به گونه گسترده از آمریکا اخراج میکند. دونالد ترامپ روز شنبه در تظاهراتی در ایالات کارولینای جنوبی ایالات متحده آمریکا گفت: از همان روز اول با تمام سیاست حکومت بایدن در قبال مرزهای باز پایان خواهم داد و ما بزرگترین برنامه ملی اخراج در تاریخ ایالات متحده را آغاز خواهیم کرد. این عضو حزب جمهوری خود تاکید کرد چاره دیگری نداریم. او افزود که رد بسته قانونی در مجلس سنا یک پیروزی بزرگ بود که هر محافظه کاری باید از آن استقبال کند. افزایش سقوط بهای مسکن در آلمان. با گزارش اتحادیه تامین اعتبار مسکن بانک های آلمان، بهای مسکن در سال 2023 نسبت به یک سال قبل 6.1% کاهش یافته است. در این اتحادیه بسیاری از بانک های بزرگ آلمان از جمله دویچه بانک، کومرس بانک و بانک های ایالتی حضور دارند. بر اساس این گزارش، به علت دورکاری که از دوران کرونا آغاز شد، سقوط قیمت ساختمان های با کاربرد تجاری بیشتر بوده است. دویچه بانک 17 میلیارد یورو در بازار مسکن آمریکا سرمایه گذاری کرده که 17 میلیارد یوروی آن مربوط به ساختمان های با کاربرد تجاری است. این بانک اعلام کرد که این سرمایه گذاری تنها 1.5% اعتبارهای پرداختی را تشکیل می دهد و جای نگرانی نیست. اداره خطاهن طالبان می گوید در یک هفته بیش از 91 هزار تن کالا انتقال داده ایم. اداره خطاهن تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در یک هفته گذشته 91,597 تن کالای تجاری از طریق خط آهن صادر و وارد شده است. این اداره افزود که این مقدار کالا از طریق خطوط آهن ایرتان، آقینه و ترغندی جابجا شده است. اداره خطاهن تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 24 دلو در خبرنامه ای نوشت که بیش از 71,000 تن کالا از طریق خط آهن ایرتان، 11,463 تن کالا از طریق خط آهن آقینه و بیش از 9,000 تن کالای نفتی و غیر نفتی از خط آهن بندر ترغندی به کشور وارد و صادر شده است. در خبرنامه آمده است که 737 تن کالای تجاری صادر شده میوه خشک و آب میوه انار بوده است. آمریکا میگوید طالبان تا به تعهدات خود عمل نکند به رسمیت شناخته نخواهد شد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید حکومت طالبان به تعهدات خود عمل نکرده است و تا این کار را نکند به رسمیت شناخته نخواهد شد. جان کیربی همچنین افزود که هیچ تلاشی از طرف واشنگتن در جهت عادی سازی طالبان صورت نگرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که هیچ گونه تغییری در سیاست آمریکا در قبال طالبان نیامده است. او در پاسخ به سوال مبنی بر این که آیا آمریکا دومین نشست دوحا را به عنوان تلاش در جهت عادی سازی طالبان می‌بیند، گفت که هیچ گونه تلاشی زیر عنوان عادی سازی یا رسمیت شناختن طالبان از سوی واشنگتن صورت نگرفته است.
تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه جهانی عمدتاً دلیل آن را عملی نشدن تعهدات طالبان به ویژه در قبال حقوق زنان عنوان کرده است. دولت فرانسه به اسبلا لبنانی هشدار داده است که 10 کیلومتر از مرزهای اسرائیل عقب نشینی کند. خبرگزاری رویترز خبر داد در طرح آتش بسی که فرانسه به لبنان ارائه کرده است از شیب نظامیان از جمله نیروهای ویژه اسبلا خواسته شده است 10 کیلومتر از مرزهای اسرائیل عقب نشینی کنند. یک مقام اسبلا در واکنش به این طرح گفت اسرائیل در موقعیت نیست که شرط تعیین کند. گفته می شود هدف این طرح سه مرحله ای که رویترز نسخه آن را مشاهده کرده است اجرای آتش بس بالقوه در زمانی است که شرایط مناسب باشد. همچنان از دولت لبنان خواسته شده است که 15,000 نیروی ارتش را به جنوب کشور احزام کند. یک مقام اسبلا لبنانی در واکنش به این طرح گفت اسرائیل در موقعیت نیست که شرط تعیین کند و تا زمان توقف درگیری ها در غزه اعضای این گروه درباره وضعیت در جنوب لبنان صحبت نخواهد کرد. جهان سپاس که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. لطفا نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان را در بخش کامنت برای ما بنویسید. و اگر تا هنوز در چینل خبری ما رفیق نیستید، حتما روی تکمه سابسکرایب یا مشترک کلیک نمایید. با تشکر.